بارش های فراوانی که از اواخر اسفند سال گذشته آغاز شد مناطق مختلف ایران را درگیر سیل کرد. 70 نفر جان خود را در جریان این بلای طبیعی از دست داده و ده ها هزار نفر بی خانمان شدند. خسارات بیشماری به خانه ها، مزارع، صنایع، زیرساخت های شهری و جاده ها وارد شده است. در روزهای گذشته بحث کمک های بین المللی و تأثیر تحریم های ایالات متحده آمریکا بر این کمک ها یکی از موضوعات داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی بود. صبح دوشنبه 19 فروردین طی مراسمی رسمی با حضور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، سفیر آلمان در ایران و نماینده صلیب سرخ آلمان، محموله کمک های انسان دوستانه صلیب سرخ به طرف ایرانی تحویل شد. مرتضی سلیمی رئیس امداد و نجات سازمان هلال احمر ایران به یورو نیوز گفت تجهیزات نجات از سیلاب که توسط صلیب سرخ آلمان به جمعیت هلال احمر ایران اهدا شد 20 دستگاه ارسال شد خوزستان 20 دستگاه دیگه هم انشاءالله بین دوستانی که در معرض سیل و در پاسخگویی با سیل هستن مورد استفاده قرار میگیره جمعیت هلال احمر کویت کمکی رو فرستاده جمعیت هلال احمر ترکیه صلیب سرخ سوئی و کمک های دیگه ای هم در راه کنوزه. میشیل کلوربرشتولت سفیر جمهوری فدرال آلمان در ایران در مصاحبه با یورو نیوز ضمن تاکید بر نقش صلیب سرخ این کشور در ارسال محموله کمکی گفت خیلی خوشحالم که امروز توانستیم کمک های بشر دوستانه خود را به هلال احمر ایران تحویل دهیم. این محموله اهدای دولت فدرال آلمان است و بسیار خرسندیم که با کمک صلیب سرخ آلمان توانستیم آن را بسیار سریع به ایران برسانیم. میخواهم از صلیب سرخ آلمان، هلال احمر ایران و تمامی افرادی که در ایران مشغول کمک به قربانیان هستند تشکر کنم. مارک هافمن نماینده صلیب سرخ آلمان درباره جزئیات کمک‌های ارسالی گفت از سوی دولت آلمان بودجه‌ای برای این امر اختصاص یافت و با آن 40 قایق امداد موتوردار و تجهیزات فنی قابل استفاده توسط امدادگران هلال احمر ایران نظیر چکمه و لباس تهیه کردیم. او درباره ارزش کلی این محموله گفت حمایت مالی صورت گرفته از سوی وزارت خارجه آلمان 300 هزار یورو بود که تمامی آن صرف خرید تجهیزات و انتقال آن به ایران شد. We could do the procurement of the equipment, the technical equipment I named, and did the transportation here to Iran.